شورش 1357 در ایران نه از موسیقی و هنر نشانی باقی گذاشت و نه از امید کسانی که به توسعه و پیشرفت کشور دل بسته بودند و نه از آنهای اثری باقی گذاشت که ایران برایشان مهد هنر، زیبایی، پیشرفت و الگوی یک کشور موفق در منطقه بود. اتفاقات سال 1357 در کشورمان و بعد از آن نه تنها دگرگونی شگرفی در کشور ایجاد کرد که کشورمان را به قهقرا برد، بلکه تأثیری عمیق بر رویدادهای سیاسی و اجتماعی کشورهای همسایه گذاشت. شورش 1357 در ایران جنبش‌های افراطی را به همان نسبت تقویت کرد که برنامه‌های فرهنگی و اصلاحی شاه ایران بر همسایگان تأثیر می‌گذاشت و آنان را شیفته الگوبرداری می‌کرد. برنامه‌های فرهنگی شاهنشاه ایران را به الگویی تبدیل کرده بود که اکنون کشورهای منطقه از آن بهره برده و میلیاردها دلار برای رفاه مردمشان به ارمغان آوردند. با ادامه این برنامه همراه باشید تا ببینید که شاه فقید چگونه موجب شد کشوری مانند عربستان با بهره‌گیری از الگوهای ایرانی و هنرمندانی که در زمان پهلوی رشد کرده بودند به رفاه برسد و در مقابل ایران با سونامی یک شورش ویران شود. با ما همراه باشید. آنچه شورش 1357 برای مردم ایران به همراه آورد، خاموشی، بی‌هنری و نابودی بسیاری از دستاوردهای پیشین و برای منطقه افراطی‌گرایی، تهدید پایان رویای شبیه‌سازی با ایران خوشبخت و پیشرو و در عوض صدور قرائتی متحجر از اسلام و مذهب تشیع بود. در دهه 70 میلادی کشورهای منطقه از تغییرات و اصلاحات ایران الهام می گرفتند و از آن الگو برداری می کردند. مسیری که سالها بعد در سال 2018 میلادی در عربستان به برپایی جشنواره موسیقی تنتوره رسید. جشنواره‌ای که هدف آن معرفی فرهنگ و موسیقی شرق به غرب و معرفی فرهنگ و موسیقی غرب به شرق معرفی شد. آن هم در کشوری مذهبی به شدت سنتی و شناخته شده به عنوان کشوری متحجر مانند عربستان سعودی. حرکتی که حتی امروز به عنوان دستاوردی بزرگ برای جامعه جوان عربستان سعودی نامیده می شود. اما شاید برای شما باور نکردنی باشد که در همین عربستان سعودی به عنوان ابتدای راه پیشرفت در دهه 70 میلادی ترانه های گوگوش از تلویزیون و رادیوی ملی این کشور پخش می شد. در زمانی که در ایران جشنواره تابستانی هنر شیراز برای یک دهه سالانه در شهر شیراز و در تخت جمشید برگزار می شد. این جشنواره هنری جشنواره‌ای بود که به عنوان جنجالی ترین جریان فرهنگی و تاریخی و هنری در تاریخ معاصر ایران یاد می شود و در جهان به عنوان یکی از بزرگترین جشنواره های مخلوط از هنرهای گوناگون و فرهنگ های مختلف شناخته می شود. سازمان جشن هنر شیراز در سال 1346 به ریاست شهبانو فرح پهلوی آغاز به کار کرد و تا سال 1356 هجری شمسی در مجموع 11 دور جشن برگزار کرد. دورانی که به قول خیلی ها ایران سراسر مشغول شور و نشاط و برپای جشن ها بود. سازمان جشن هنر برای گسترش هنر و بزرگداشت هنرهای اصیل ملی و سنتی کشورمان و به منظور بالا بردن سطح هنر در ایران و بزرگداشت هنر هنرمندان ایرانی و شناساندن هنر و هنرمندان خارجی در ایران بنیان شده بود. در طی دوران برگزاری این جشنواره هنرمندان بسیار بنامی از نقاط گوناگون جهان، از شرق گرفته تا غرب، از آمریکا تا استرالیا به اجرای آثار خود در زمینه‌های مختلف هنری پرداختند و فرصتی بسیار استثنایی و یکتا تا آن هنگام در تاریخ ایران و
و حتی در تاریخ جهان به دست آمد تا هنرمندان سراسر جهان در یک مکان به تبادل فرهنگی بپردازند. در برنامه‌های جشن هنر در حافظیه، هنرمندان با ارزش در موسیقی سنتی ایران چون استادان بزرگ تهرانی، عبادی، شجریان، لطفی و فرهنگ‌فر به دنیای موسیقی ایران و جهان شناسانده شدند. هنرمندانی که تا همین روزها هنوز جایگزینی برای آنها دیده نشده است. چهره‌ها و هنرمندان بزرگی هم از کشورهای مختلف در دوران این جشن‌ها به ایران آمدند. این جشنواره روی موسیقی متمرکز نبود. هنرهای دیگری مانند رقص، نمایش و عکاسی هم در این جشن‌ها اجرا می‌شد. با این حال برخی معتقدند که رادیکال بودن بعضی از اثرهای هنری اجرا شده در این جشنواره، به خصوص در سالهای پایانی، اثر قابل توجهی در شکل‌گیری جریان مذهبی حامی شورش 57 داشته است. نظری که بعد از سال 57 نیز دستمایه هجمه‌های آخوندها و طرفدارانشان به فعالیت‌های فرهنگی جشنواره شیراز بوده است. بیشترین اشاره این افراد به یک نمایش اجرا شده در خیابانی در شیراز است که صحنه‌ای از یک هتک حرمت را نشان می‌داد که در پی آن اعتراضاتی از جانب گروه‌های مختلف شکل گرفته بود. بعدها شهبانو فرح دیبا در دفاع از جشن هنر گفت که در هر جشنواره‌ای مشکل می‌توان مانع از بیان آزاد هنرمندان شد و انتظار داشت که مورد پسند گروه‌های مختلف اجتماعی قرار بگیرد. به هر روی شکوفایی و تحولات فرهنگی و هنر سنتی و مدرن در سال‌های دهه 50 به قدری سرعت گرفته بود که تأثیرات آن ناگزیر روی کشورهای منطقه نیز مشاهده می‌شد. هنرمندانی مانند گوگوش در تلویزیون کشورهای همسایه به اجرای برنامه می پرداختند و برای مثال برنامه‌ای در شبکه تلویزیونی اردن در همکاری با تلویزیون ایران تهیه شده بود که در آن گوگوش به عنوان اولین هنرمند مدعو از ایران برنامه اجرا می کرد. گوگوش همچنین پس از اجرای برنامه در کشور تونس از رئیس جمهور آن کشور مدال درجه یک هنر دریافت کرد. حتی عربستان سعودی نیز از این قافله عقب نمانده بود و با تمام محدودیت‌های مذهبی که در آن زمان وجود داشت، برنامه‌هایی از اجراهای هنرمندان ایرانی در تلویزیون آن کشور نمایش داده می‌شد. همه اینها در حالی است که کشورهای منطقه روز به روز با سرعت بیشتری در جهت شکوفایی حرکت می‌کنند. و در سایه تحولاتی که در ایران شروع شده بود و خود ایرانیان از آن محروم ماندند، در مقیاس‌های بین‌المللی در فعالیت‌های هنری و فرهنگی با دیگر کشورهای دنیا همکاری می‌کنند. اما هنرمندان ایران یا مجبور به مهاجرت شده اند یا صدایشان در فضای بسته کشور رو به خاموشی می‌رود. آیا رواست که تاریخ و فرهنگ و هنر این کشور چنین به یغما برود؟ پرداختن به تاریخ و هنر موجب رونق توریسم و گردشگری می شود. موجب تبادل اقتصادی گسترده می شود و رونق یعنی قدرت اقتصاد و قدرت اقتصاد یعنی زندگی بهتر برای مردم. به عنوان مثال تفاوت پول ایران و کشوری مانند کویت زمانی ناچیز بود. اما اکنون ارزش دینار کویت که در حال حاضر بیش از 75,000 تومان است موجب شده است تا مردم این کشور در رفاهی زندگی کنند که مردم ایران به خواب هم نمی بینند. با در نظر گرفتن این موضوع که هر دینار معادل 3.25 دلار است، مردم کویت در واقع با درآمد خود به راحتی می توانند بهترین زندگی را از لحاظ رفاهی، تحصیلی، دارویی و مهاجرتی تجربه کنند. در شرایطی که ما مردم ایران به سختی می توانیم نیازهای اولیه خود را هم تأمین کنیم. برای مردم کویت خرید کردن یک تفریح و سرگرمی به حساب می آید. این موضوع را با یک مثال ساده بررسی کنیم. تصور کنید که در ایران تصمیم می گیرید جدیدترین گوشی آیفون که در حال حاضر یک کالای لوکس در ایران محسوب می شود را خریداری کنید. برای مثال خرید یک گوشی آیفون 11 در ایران بیش از 16 میلیون تومان برای شما هزینه خواهد بود.
و این در شرایطی است که حقوق کارمندی میانگین بین 3 تا 5 میلیون تومان است. اما از سوی دیگر مردم کشور کویت به راحتی با بخشی از حقوق ماهیانه خود می توانند با پرداخت مبلغی معادل 750 تا 850 دلار یا 230 تا 261 دینار کویت صاحب یک گوشی آیفون 11 شوند که این به اندازه درآمد دو روز یک کویتی است. در شرایط خرید پراید شاید تا 100 میلیونی را هم نداریم، مردم کویت می توانند با این ارزش پول بالای کشورشان بهترین ماشین های دنیا را خریداری کنند. با این حساب خرید از فروشگاهی مانند فروشگاه اینترنتی آمازون برای مردم کویت یک تفریح روزمره است، زیرا هر دینار معادل بیش از 3 دلار است و تمامی محصولات آمریکایی با قیمت پایینی در اختیارشان خواهد بود و به راحتی به بهترین امکانات روز جهان در زمینه ی تکنولوژی، بهداشتی، دارویی و رفاهی دسترسی خواهند داشت. از سوی دیگر پول کشور کویت به قدری با ارزش است که مردم این کشور برای فرار از گرمای تابستان کویت به کشورهای اروپایی سفر می کنند و از بهترین تورهای مسافرتی و هتل‌های لوکس بهره می برند. در حالی که با ریال بی ارزش ایران اکنون به سختی می توان از کشور حتی به یک کشور همسایه خارج شد و حتی امکان سفر به کشورهای همسایه با دلار 25,000 تومانی یا سفرهای داخلی با قیمت بالای بنزین بسیار برای مردم دشوار و غیر ممکن شده است. تمامی موارد ذکر شده در شرایطی است که حقوق روزانه یک کارگر روزمزد در کویت بیش از 70 دینار کویتی است که این حقوق در ماه به بیش از 1500 تا 2000 دینار خواهد رسید. یعنی حقوق کارگری در کویت معادل حدود 5 تا 6 هزار دلار آمریکا است، اما حقوق یک کارگر در ایران شاید به سختی به 100 دلار آمریکا برسد. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.